بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم به درس نو خود که درس قبلی ما راجع به ایجاد کردن فولدر بود و اقسامش را بس کردیم و توانستیم که چطور میتونیم ما فولدرها بدون نام و یا فولدرهایی که تحت یک نام میشه بعد خود کار نمیکنه و توسط کودش کار کردیم و پنهان کردیم تمامش. حالا میایم سر بعض مفاهیم دیگر که البته ما شما چطور بتانیم فولدرهای جور کنیم که مثلا ما شما فولدر ها رو جور میکنیم برای بعض کارهای تکنیکی شل امروز بحث میکنیم. شما ببینید کسی از شما سوال کنه که فولدر ما ایجاد میکنم به نام نیو فولدر میشه، آیا امکان داره که اینمی نیو نامش ظریف نشه شود؟ هر کس که این فولدر جور کنه همین جور کنه بجای نیو ظریف نشه باشه، هر کسی که بیا یک دانه تکس جور کنه بجای نیو تکس ظریف نشه باشه. مال سر از این کارهای تکنیکی فولدر کار میکنیم که چطور بدانیم که حال خب قبل از قبل دایرکت وقتی که این فولدر جور که نیو فولدر نشه میباشه. حالا ما چطور بدانیم که این فولدر که ایجاد میکنیم به جای نام اصلیش نام یک نام تعیین کنیم که همیشه هر جایی که فولدر جور میکنیم اونم یک نام بیه. حالا سعی کنید شما وقتی که من در قسمت یک فولدر جور میکنم نیو فولدر میه میتونیم نام شب پاک کنم مثلا کی کی بتون میشه. او وقت هم وقتی که ما نام از زیر پاک میکنیم مثلا ما نام ظریف میتیم با شما میتونیم ظریف پاک کنید یک نام دیگه بتیم. خب ما اینجا یک بخش داریم یک به نام Design Name Folder Creation. ما یک برنامه داریم به نام Registry. شما میشه متوجه باشین که ما براتون به نام Registry چی داریم؟ یک پروگرام داریم در خود ویندوز است که ما براتون اینجا نامش نشنه میکنم. Registry یگانه تخنیکای ویندوز، یگانه کاری که ناشد است برتان شما رجستری چی میکنه شد میکنه. شما اگر ویندوز بخونین ویندوز در پایین ما هم خلاص نمیشه. شما ویندوز به این نیست که ما وردپد و نوتپد و اینمی چیزا رو میخوانیم، اینی چیزایی است که ما شما نزا هیچ کسی رو نمیفهمه که چی است. رجستریس بعض سیم دی است که ویندوز گفتون در پایین ما هم خلاص نمیشه. کسی که تکنیکی ویندوز بخونه اینی گپا خیلی شامل از اوست. ما رجستری چیزی است که تمام فایل های عقب از ویندوز و در پشت صحنه ویندوز که امکان داره کار رای حل شوه ما از طریق رجستری جور میکنیم. بعض اوقات شما فولدرهایتان پاک نمیشه یا سافتویرهای داخل کمپیوترتان نصب میکنید که اینستال نمیشه، ما این از اینجا پس بزور سرشان چی میکنیم؟ سرشان تطبیق میکنیم. پس ما چی میکنیم؟ حالا ما میخواییم که چطور بتانیم که از طریق رجستری اینمی کارهای تکنیکی کلش از طریق رجستری میشه. تمام تنظیمات ویندوز در امیجا نهفته است. حالا اینجا برای شما میگه که شما برین رجستری را باز کنین. در خود رن میریم خوب سعی کنین رچ ادیت نشته میکنین. در رن رچ ادیت انتر میزنین برتان یک صفحه باز میشه و ایره رجستری دیتور یس میکنه. در این قسمت چند بخش داریم، ما قدم قدم براتون نشته کردم میرم سگریم. ما شما میریم رجستری، بعد از او های کی کرنت یوزر را میگیریم. آیا داریم ما شما جا های کی کرنت یوزر؟ اوپنش میکنیم. بعد از او سافتویر، ما چی را پیدا میکنیم؟ سافتویر. بعد از سافتویر مایکروسافت را پیدا میکنیم. اینجا براتون من نشتهش کردیم مایکروسافت. بعد از مایکروسافت ویندوز را میگه پیدا کنیم. سعی کنید اینجا خودش قدم به قدم براتون اینجا عنوانش را داده اینجا. W را میزنین ویندوز میگه براتون ویندوز هست. این را هم اوپن میکنیم. بعد از ویندوز میگه شما کرنت ورژن است. اینه در پایین ویندوز چی نشته است اینجا؟ در این قسمت current version ایر اوپن میکنین. بعد از current version شما میگه یک گزینه دیگه است که به نام explorer را پیدا میکنین. ایکس میزنین explorer. این در این قسمت آمد.
ایره شما باز میکنین میبینین که آیا به نام نیمینگ تمپلیت کدام چیز داریم یا نداریم. نه خیر نداریم. سر از این راست کلک میکنیم، خوب دقیق سر اکسپلور راست کلک، نیو یا مستقیم در قسمت آمده نیو استرنگ میگیریم، اینی جا نشته میکنیم. خب پیش از رفتن به اینجا اول ما شما امینو با پاکش میکنم، با منظور دیگه هم است که اینجا من یادواری کنم برتان. در این قسمت وقتی که اکسپلور آمدیم، در اکسپلور میگه شما سر خود اکسپلور رایت کلک کی را میگیرین، اول کی را بگیریم بعد از با سر استرنگ میگیم. اینجا راست کلک میکنیم سر کی میره اینجا، اینجا نشته میکنیم در پایینک آمد اینجا این را پاک میکنیم نیمینگ تمپلیتس میدیم میشه نیمینگ تمپلیتس، کلک میکنیم سر از این کلکش کنیم در اینی قسمت میایم. بعد از نیمینگ تمپلیتس شد، بعد از شما طرف راست میگه شما باز هم یک دانه بنامه رینیم نیم تمپلیت جور میکنیم این قسمت. اینجا راست کلک میکنین، نیو میرین، استرنگ ولیو میگیرین، نشته میگیرین که رینیم نیم تمپلیت، کلکش میکنین، سر از این دبل کلک میکنین در اینجا بطی هر نامه که میتونین. من نشته میکنم که ظریف، اوکی میکنیم میشه کلوز کنیم دیگه کلوز میکنیم. این حال دمی هر جایی که شما برین بیاین بگوی نیو فولدر کلکش کو چی نشته یک لازه که نیو فولدر. خب میاین دوباره میبینیم که یک دام اشتباهی صورت نگرفته. اینجا نیمینگ تمپلیت سکرین، قبلا ما شما اینجا گفته بود نیمینگ تمپلیت، اینجا حرفش اشتباه شده بود که بعد از پی یک دانه ای دگام آمده بود. نیمینگ تمپلیت سر از ای راست کلک میکنیم، ظریف هر نامه که میتین من نشته میکنم که مثال احمد ظریف، اوکی میکنیم میشه. و وقتی که ما در روی صفحه راست کلک کنیم نیو فولدر، او بنامه چی جور میشه؟ احمد ظریف. هر کس بوی پرسان که بوی که نمی چرا به نام از کس را میتونه که از کس پرسان کنه که به جای نیو فولدر یک نام نشته کریم. این زمی طریق دیگه ای طریق نداره. مثلا ما میم تکست داکومنت کلکش کنین، اینجا نشته از احمد ظریف. مثلا میرم یک صفحه ورد میگیرم، شما ورد که وقتی که ثبت میکنین به نام اگه نام نمید به نام چی ثبت میشد؟ به نام داکومنت ثبت میشد. نه حالا نمیشه سرش کلک کو چی نشته میشه؟ احمد ظریف ثبت میشه. هر نام به هر دگه اینا فایل باشه فولدر باشه، نام های قبل از قبلش که خودش بود حالا به نام ظریف شد. او وقت داکومنت ورد بود، تکستی تکست ما نوت پد بود، فولدر هم نیو فولدر بود. پس شما میتونید که این زمین طریق کار تکنیکی فولدر کسی که اگر بخواه که فولدر ایجاد کنه یا فایل ایجاد کنه به نام خودش نشه، به نامی که مشخص خودتون میخواین ایجاد شد. پس از اون طریق میرین در قسم رجدد، اینی میشه مکمل ایش هم دلیت میکنین که دلیت شد یام از بین میره و پس دوباره پس چی میشه؟ بالت اول برمیگرده. خب ای بود دیزایر نیم، نامی که ما خود ما میخواییم در فولدر ما چی شود؟ ایجاد شود. یک کار دیگه کاری که مثلا ما میخواییم که فولدر خود ما چطور بدانیم که در یک زمان چندین دانه فولدر ایجاد کنیم، چندین دانه فولدر در یک زمان چی کنیم؟ ایجاد کنیم. حالا میخواییم که در روی صفحه باشه، در خود فولدر باشه، هر جایی که باشه شما میتونید که فولدر ایجاد کنیم. مثلا من میرم در روی صفحه خود یک دانه میرم نوتپد باز میکنم، در نوتپد نشته میکنم که MD فاصله، هر نام که دادم مشکل نداره، جان کامه خان کامه پوپل، بس خدا کنه که میلون دانه دگه بتی سیف سیف از میه میره بنگ نام چی بگیم در روی صفحه خود یا در یک جای به نام هر چی که دادیم اینجا all files میگیریم میشه. هر نامی که دادیم مثلا نشان میگیریم که فولدر
اول نقطه بی تی، پسوندش بی تی باشه. بی تی باید یک نوع فایل است که بچ فایل است که تمام سیستم ویندوز یا کلش دینامیک قسمت بچ می باشد، تنظیم می باشد. این بچ فایل در سیستم هاردویر شما باز بخونه می فهمی که چی است. سیف کلوز. حالا شما سعی کنید دبل کلیک کنید. بر شما جان خان پوپال چی شد؟ چندین دانه فولدر جا شد. یا به یک شکل دیگه هم میتونین که امیر ادیت کنین. ما پس این رو دیلیت میکنم از این قسمت. راست کلک سرازمی میکنین، ادیت میکنین، میگین که اینه ام دی پایین 1 2 3 4 5 6. امیر پس سیوش میکنین سرم خودش دوباره چی میکنین؟ سیوش میکنین، دبل کلک کنین و مکمل برای شما چی میکنه؟ حالا یک رفرش کنیم و کمیتر یک ریستار کنیم، دوباره با ما چی میکنن؟ 1 2 3 هم چی میکنن؟ به شکل اقسمی دوباره برتون شماره میه. اگر شماره اقسم هم نمیخواین، شما اقسمی میخواین، فاصله کاما 2 3 این همه تر سیوش میکنین. وقتی که انتر بزنینش مکمل بر شما فولدر چی میکنن؟ ایجاد. یک طریق ایجاد کردن فولدر از طریق نوتپد. ما میریم در قسمت دیگه. خب ما دیگه داریم که چطور بدانیم ملتی فولدر شد، یک کار شد. به این شکل هم میتونیم ما شما MD1, MD2, MD3 یا به این شکل هم میتونیم. مثلا که پیشتر من گفتم دانه که مثلا اگر من نوتپد داشته باشم در قسمت، ما میرم صفحه نوتپد را باز میکنم. اترام نشتم میکنم MD ظریف، MD ناصر، MD اسمت. این را سیو میکنم با یک نام. هر نامی که دادین پیشواندشه، هر نامی که دادین من داد، اما نقطه بی تی باشه. کی بی تی عبارت از او فایل است که یک کار چندین کار در یک عملیه چی میکنه؟ تطبیق میکنیم. کلوز میکنیم، سرش کلک کنیم. به این شکل هم میتونیم شما چی کنیم؟ فولدر ها را ایجاد کنیم. ظریف، ناصر و اسمت. خب دیگه داریم شما ملتیپل فولدر به این شکل هم میتونستیم. یک شکل دیگه هم است که من در این قسمت سعی کنین من یک شکل دیگه از طریق CMD یا از طریق DOS چه قسم بتانیم که ما فولدر ایجاد کنیم. خوب سعی کنیم میریم CMD درن میریم نشته میکنیم CMD صفحه سیامه. من نشته میکنم CD، ما میخواییم در روی صفحه ایجاد کنم، در روی صفحه ایجاد کنم CD نشته میکنم. دی دسکتاپ تپ هم میزنم، خودش چی نشته میشه؟ دسکتاپ. انتر بزن، روی صفحه کمیتر با ما آمد. حالا هرچی که من نشته کنم کار کنم در اینجا با ما چی میشه؟ ایجاد میشه. حالا من نشته میکنم که MKDIR Make Directory، یعنی دایرکت چیم؟ دایرکتری یعنی فولدر ما نامیده. Make یعنی بساز. بنام ظریف الله انتر بزن. بنام چی شد؟ بنام ظریف جور شد. یا میتونی که پس ظریف الله جور شد، میگم که ام کی نشته که جور که بنام 1 فاصله 2 فاصله 3 فاصله 4 فاصله 5 فاصله 6 انتر مکمل 1 2 3 4 5 6 دانه فولدر بتون چی میکنه؟ ایجاد میکنه. ما پس میخواییم که این فولدر ها چی شوه؟ از بین بره. RMDIR نشته میکنم نام و فولدرها رو پس میدی 1 2 4 5. اگر فاصله نبه باز کار نمیکنه. 1 2 3 4 5 6 اونمو چیزی که داری اونمو چیز پس نشته کن. انتر بزن، پس فولدرها رو مکمل چی داره عین زمان اموقع فولدر از بین. شما میدونید که اینجا هم فولدر دارین. RMDM نشته کنین، نام اونمو فولدرها رو بتین، اونمو رو چی میکنه؟ حذفش میکنه.
ما میخوایم که یک فولدر را رینیم کنم، یک نام به نام دیگه چی کنم؟ تبدیل کنم. نشته میکنیم رن ام دی آی آر. اینجا هم برای شما مد نوت پد برتون نشته کردیم که چه قسم جور میکنیم و چه قسم نام تغییر میتیم، تمامش مکمل. و میتونیم فعلا رینیمش کنیم، ماله جور نامی کنیم که ما دی آی آر نشنگ رینیم. ما میخوایم کدام فولدر را؟ فولدر ظریف‌الا را به نام دیگر تبدیل کنم. نشته میکنم که ظریف‌الا به نام ناصر چی شود تغییر کنه. ظریف‌الا رینیم داریم. اینجا ما نشته کردیم که رینیم به نام ظریف داریم، اینجا دبل آر داریم، اینجا متوجه هستین؟ آر انتر بزن چی شد؟ ظریف به چی تبدیل کرد؟ به ناصر از طریق سیمدی. پس بخواهیم که ما ظریف هم از بین ببرم، آر ای ام دی آی آر، آر ناصر. خب ما داریم R M D I R ناصر، انتر، مکمل. چی میشه؟ فولدر ناصر هم چی کرد؟ از اینجا از بین بود. پس ما تونستیم که رینیم کردیم، نامم رینیم کردیم و تمامش یک نام به نام دیگه تبدیل کردیم و چندین همزمان فولدر از این طریق ما تونستیم که رو جور کنیم. دیگه طریق میتونیم که ما از طریق نوتپاد هم یک فولدرهای جور کنیم که با یکی دیگه ربط داشته باشه. سعی کنیم میم کار دیگه که انجام میدیم. ما یک بخش دارم. خب پیش از اینکه بریم، ما شما در کدام جای اگر سر بخورین، ما بعض نوتار نشته کردیم که شما بینی نام ها فولدر جور کردن نمیتونیم. شما بینی نام ها کس اگر میگیتانش فولدر جور کسی کن. ما بریم نشته میکنم نیو فولدر، ای را پاک میکنم، نشته کنم که پی آر ان قبول نمیکنه. یک نفر را بگو به نام پی آر ان فولدر جور کن، یک نفر را بگی بو به نام ای یو اکس فولدر جور کن، کار نمیکنه. یک نفر را بگی به نام پاک و کام یک، کام یک فولدر جور کن، کار نمیکنه. این خیلی متوجه باشین کسی که براتون میگه چیزا را، یا کارهاییست که هیچگاه برای نزی ها فولدر جور نمیشه. ولی اگر ما بخواییم که جور شود، ما کودت داریم، آلت ما کم میگیریم 255. اگر این کود کار نکرد، یک طریقی دیگه هم برش داریم. خب میاییم میگیم که بگیریم که امیره میتونیم جور کنیم یا نمیکنیم. امیره پاک میکنیم، آلت ما کم میگیریم 255. بعد از اونمو نامه که میخواییم نشته کنیم. اگر کار نکرد بعض اوقات در کیبورد ها، شما ای را پاک کنین، دنیمی روی صفحه راست کلک کنین، بیاین insert unicode 0 جاینه را میگیرین، کلکش کنین، نشته کن که PRN، مشکل نداره. یا کود بزنین یا شما این دمی کار کنین. این متوجه باشه که در ایج ویندوز این قسم فولدرها جور نمیشه. کار تکنیکی است که از تان پرسان کنن. در سوال اگر بند پردیدن شما میتونید که اینی حالت ها برشان جلوگیری داریم. پس میم دیگه میگیم که دیگه داریم فولدر، مثلا میگیم که کام یک، کار نمیکنه. راست کلک میکنیم و میجا باز میم یونیکوت زیرو جاینر رو میگیریم، نشته میکنیم کام یک، مشکل نیست. در غیر از او عادی برای شما فولدر جور نمیکنه. یک کار تکنیکی فولدر دیگه داریم. ما شما در قسمت میاییم راست کلک میکنیم، میبینیم که اینجا چی داریم. خواهیم شد و دیگه امدی هم کار کردیم، دیزاین نیم. حالا ما شما یک کار میکنیم که فولدر خود چه قسم پاسورد بتیم، با علاوه کردن پاسورد مکمل فولدر ما چی شد؟ پنهان شد. ما فولدرهای عادی خود هیچ وقت پسورد داده نمیتونیم، متوجه باشین که یار پسورد داده نمیتونیم.
ولی توسط یک کد داره که ما او کد چی میکنیم، تغییرات میریم فولدر خود چی میکنیم، مشخص میکنیم، پنهانش میکنیم. پس اگر بخوایم بریم از ما پسورد میخواه، پس پنهانش کنیم، پسورد از بین میبریم. یعنی میتونیم که یک فولدر عادی خود کسی اگر پرسان کنه به این شکل توسط کد یا پسورد پنهان کرده میتونیم بشه. ما داریم در قسمت یک کد است که شما مجبور هستین که کد هم چی کنین، مجبور هستین که او را از یاد کنین. من ببینم که می کد بخفک میکنم که در این قسمت است. ببینین این کد است، کد از یاد نمیشه. همیشه کوشش کنین که فقط در یک جای کپی کردگی داشته باشین و بس. سعی کنین اینی کد میای ما شما در بین کد تایتل وقتی که برای شما میخواین که ایجاد کنین اونمو صفحه سیاه که بیایه سیمدی به نام چی شوه، اینجا میگم که به نام مثلا احمد ظریف میگم. در این قسمت میگه شما فولدر تانا به نام چی میتین، هر فولدر که هر نامی که دادین براتون میایه باش که این قسمت اینش تاست پسورد. اینجا فولدر تانا پسورد بر دل خود میتین، مثلا کابل 1212. بعد از او بالا میرین میبینین که دیگه چیز دارین. در قسمت دو چیز بود، احمد ظریف بود و فولدر دیگه داشتیم به نام میم. نام فولدر خودم تغییر میدیم که به نام یک چیز جور شوه، انوالد پسورد و کریدیت و انلاک. باز شما میتونید که فولدرات و نامشون تغییر هم بدین، از اینجا هم میتونید تغییر بدین. خب میشه که فعلا کنسرم. خب ما نام عنوان خود به نام ظریف دادیم و اینجا فولدر به ما باز ایجاد میشه در این قسمت و پسورد شام چی دادیم، کابل 1212. هر وقت که فولدر ایجاد شد بر ما چی کو پس فول از ما پسورد بخوای که ما پسورد چی کنیم، قفل کنه بر ما چی کنه، مکمل فولدر ما را قفل کنه. ما میایم این امیره به نام سیوز میکنیم در روی صفحه. هر نامی که دادین، هر نامی که دادین جان، ولی شما باید نقطه بی تی بدینش. سیف کلوزش میکنین، دبل کلک کن. بر شما به نام عبید اینجا چی کرد؟ فولدر جور کرد. و اینجا میتونید که شما حالا باز یک چیز دیگه میخونین که در صفحه سیاه باز میشه، اینجا بر شما نام نشان میکنه. این اینجا پاک و مثلا عبید اینجا فکر میکنم که نام من نشته است و نام خدا پاک میکنم به نام اینم ام دی. این اینجا دیگه پاک و هر نامی که دادین فولدر برشام جمع میشه. مثلا نشته میکنین که سانگز، سیوش کو بیا کلک کو، دیگه فولدر برای به نام جان به نام سانگز نشته جمع میکنم. ایناله وقتی که شما خواسته باشین دبل کلیک کنین سر از این فولدر تان برتان چی میشه؟ عین فولدر برتان باز میشه. این حال مسئله ما میخواییم که وقتی کلیک کده برون برای ما چی کده میره؟ فولدر ایجاد کده میره، ولی ما میخواییم که پسورد از ما بخواید. این قسمت ایجاد میرم در قسمت از اینجا نام عنوان عزیز تک و مکمل پسورد ما گفتیم که کابل 1212 است. از ما پسورد بخواید. در این قسمت ما دادیم فتیم برام سانگز شود. شما در بعض ورژن ها بازی رو چک کنین، اینجا عنوان برتان بتین و نام اگر فولدر که میخواستین در این قسمت بشوری MD. پیشتر گفتم دانه که میک دایرکتری یعنی فولدر جور کردن است و اینجا میتونین پسورد تغییر بتین. این قسمت پسورد میخوره. وقتی که شما به نام BT یا .BT ثبتش کنین، اگر پیشوند نشه هر نامی که دادین، اگر کار نکرد، اگر کار کرد خوب، اگر نکرد باز DT بتنشه .BT. بر شما وقتی که سر زیمی کلک میکنین این تک صفحه باز میشه، این تک صفحه سیاه رقم باز میشه. باز شما رو میگه که پسوردتان رو بتین، چون ما اینجا باش که یک فولدر به نام عبید دارم قبلا، چون تو فولدر دوپلیکیت باز جور نمیکنه. سعی کنین دبل کلیک میکنین
یک صفحه سیاه رقم باز میشه، میگه پسورد تانه بتین، پسورد میتی باز پس ای پنهان میشه. پس تریز دبل کلک کنی میخوای که پس همو فولدر بیه، باز پسورد برش میتی فولدر تان میه، پس همش دبلش کلک کنی فولدر چی میشه؟ پنهان میشه. یعنی شما میتونین که از طریق قضی فولدر تان پنهان کنین و کود بتین، کس دیگه هیچ کس دیدن نتانه. و آخرین درسه که میخوانیم راجع به فولدر آخری بخش است که حالا سرش کار میکنیم، سعی کنین دیگه ایست که ما چطور بتانیم که یک فولدر داخل دیگه فولدر جور کنیم از طریق کد. یک فولدر جور کنیم داخل فولدر، دیگه فولدر جور کنیم. مثل که ما این قسم کامیاب جور کردیم، داخل از یک فولدر دیگه جور کنیم، داخل از یک فولدر دیگه جور کنیم. مینه دار آل یک تخنیک چه قسمی کار انجام بدیم؟ میاییم در قسمت نوتپد، شما میتونید که هر شکل جور کنید، هر بخش جور کنید. ما مثلا میخواییم که در یک فولدر چندین فولدر جگه جور کنم. خب یک فولدر میم جور میکنم به نام، در این صفحه به خاطر که بیرو بارک میشه از او خاطر من جور نمیکنم، میم به نام اوباید یک فولدر دارم اینجا. این قسمت کلک کنید، آدرس براتون میگه در اینجا، میگه درایو سی رفتی، یوزرز آمدی به نام رحیمی است، در روی صفحه تان به نام اوباید یک فولدر است. یعنی وقتی که برید نمایی کمیتر، درایو سی یوزرز رحیمی را پیدا میکنی، دسکتاپ شا پیدا کرد، در روی صفحه به نام اوباید یک چیز است. اینی آدرس است. یعنی متوجه باشین که دسکتاپ ها مربوط درایو سی میشه. یعنی اگر اگان تا کس میگه که دسکتاپ چیز، کلش درایو سی است. داکومنت به غیر از درایو ها، وقتی که در روی صفحه تان یک چیز باشه ویندوز از بکنین و کلش از بین میره، چون درایو سی مربوط دسکتاپ، دسکتاپ مربوط درایو سی است. حالا ما میخواهیم که در اینی فولدر چندین فولدر دیگه ایجاد کنم. اینجا ما کد شب تا نشته کردیم، سعی کنید ما نشته میکنم که MD main folder، یک دانه عمومی جور میکنم که در داخل عمومی فولدرم یک فولدر دیگه به نام سب فولدر تابعی باشه. من نشته میکنم که MD عمر جور کو، در داخل عمر دیگه عمر باشه، هر چی که باشه. سعی کنید من اینا یک ناو میگیرم، یک چیز دیگه، مثلا یک نوت پد دیگه باز میکنم، بعدن اینا کار میکنیم. من نشته میکنم که MD main folder backslash، در داخل از چی جور کو؟ یک صف فولدر دیگه جور کو. MD نشته کو ظریف، در داخل فولدر ظریف که جور شد، در داخل از این ظریف دیگه فولدر جور کو به نام ظریف. MD ناصر دیگه وقتی که ناصر فولدر جور شد، در داخل فولدر ناصر دیگه فولدر جور. MD مثلا ژاپن، در داخل از دیگه جور شد ژاپن. این حال چیز میگه آدرس از او فولدر را برای من جبت این که در نموج فولدر جور میشه. شما دیگه در کدام فولدر میخواین جور کنین؟ این ما میخواییم که در کل فولدر ها داخل نزی چی شود؟ جور شود. کلک میکنین اینجا، کلک کنین آدرسش میاید. این هم قرار راست کلک کپی کنین، بیاین در اینجا پیستش کنین. بعد از او برین در قسمت فایل سیوز، اینجا هر نامه که دادین، مثلا فولدر نقطه بی ای تی، سیوش میکنین، کلوز کو، دبل کلک کو، برو سایی که داخل از زیر یک فرش میکنیم. خب ما آدرس فکر میکنم که آدرس از پیش من خیلی خطا خورد، اینجا مکمل فولدر ها رو جور کرد. میبینین ناصر ژاپن، داخل از کلک کو دیدین دیگه فولدر جور کرده. ناصر کلک کو، داخل از ناصر، داخل ناصر دیگه یک فولدر دیگه است. خود چون آدرس از این سکنین که فکر میکنم که آدرسش درست دقیق نامد، البته داخل از این باید دیگه یک فولدر، دیگه فولدرهای دیگه جور میکرد، چون ما حالا دایرکت به فکر میکنم خیلی آدرس دسکتاپ بر از این داده بودم. این باید هست اینجا میم یک فولدر دیگه رو برش میتونم نیو امیره لسنس میتونم اونه داخل از اون میگم جور کنه فولدر.
دبل کلک میکنیم، میریم ببینیم که اینجا باید. خب بعض وقت آدرس ها را نمیگیرن، من میارم پاک کنم مکمل. ما فولدر های جور کردیم که داخل یک فولدر فولدر دیگه باید بیان. اینجا یک فولدر به نام کابل، اینی را میاییم این قسمت کپی، آدرس ازی را میتیم در بجای آدرس این ازی. سیف کلوز، سیفش میکنیم. این همون باید اینجا ایجاد شده 100%. مگم نشسته کنیم اینجا با ما جاپان اینجا آورد و خیر آدرس ازی شاید اشتباه شده باشه، کمیتر اگر ریستارت شد پس دوباره آدرس به خود چی میکنه میگیره. هدف ما به این منظور است که ما فولدر ایجاد کردیم، به این معنی است که چندین فولدر جوش شده کنیم، یک ظریف داخل فولدر ظریف دیگر ظریف شد. این مین فولدر ما گفتیم داخل چی شده؟ به نام سب فولدر دیگر جوش شده و دیگر داشتیم به نام جاپان که داخلش دیگر فولدر جوش شد بینش. ای بود تکنیک های فولدر که یک فولدر ایجاد کردن چیز. کسایی که در ویندوز خواندن یک فولدر ایجاد کردن و سعی کنیم ببینیم که فولدر چقدر درس ها داشت. هنوز هم درس های دیگه ازی باقی مونده، اگر وقت بود انشاءالله با در ویدیوهای بعدی ما شما چی میکنیم، طریقه های فولدر، طریقه های ایجاد فولدر، چه قسم ما بتونیم یک فایل مستقیم داخل یک فایل داخل 4 دانه فولدر کپی کنیم. یک فایل عادی را داخل چندین دانه، مثلا 10 دانه فولدر داری، اگر ما بیم اینه میره بگیرم کپی کنم برم به فولدر اسمت و ناصر، چقدر وقت ما ضایع میکنم؟ یک کود برش جور میکنم، کمی کلک کنم مستقیم اونم فایلم در این ازیام کپی شود، ایام کپی شود، ایام کپی شود، ایام کپی شود. انشاءالله با درس های بعدی. این بود اقسام یا تنظیمات فولدر که در هر جای یا مکان خاصه باشین شما میتونید که فولدرهای مورد نظرتان به شکل های مختلف چی کنید ایجاد کنید. تا درس های بعدی شما را به خداوند کریم و رحیم بسپاریم و سلام.